حادثه وحشتناک را آفریدند. دو، برج معروف ترید سنتر یا ساختمان بازرگانی نیویورک رو ویران کردند، همچنین به پنتاگون حمله کردند، برنامه‌های دیگری داشتند و هزاران نفر انسان بیگناه رو پرپر کردند و یک تأثیری بر جامعه آمریکا گذاشتند که به نظر من ده ها سال در این جامعه به جای خواهند ماند. پیامد اون رفتار تروریستی دو جنگ به هر حال بسیار بسیار هولناکی است که در همسایگی‌های ایران روی داده و بر سرنوشت کشور ما هم تأثیر گذاشته، افغانستان و عراق. حالا درست بوده این جنگ ها نبوده مورد بحث ما نیست، ولی تروریسم تا اون زمان بیشتر یک جنبه شاید کوچکتری در ذهن بیشتر مردم داشت. یعنی بزرگترین کارهای تروریستی هواپیما ربایی بود یا اون حادثه هولناکی که در انگلستان یک هواپیمای پانام رو تروریست های پول گرفته به احتمال زیاد از جمهوری اسلامی و فرستاده شده از سوی لیبی سرنگون کردن. گفته می شود که جمهوری اسلامی هم درش دست داشته. یا تروریسمی که در برلین اتفاق افتاد از سوی باز هم قذافی اون کلوب رو منفجر کردن. ولی این حادثه ابعادش، نوع تنظیمش به راستی دنیا رو تکون داد. هیچ کشوری ظاهراً در پشت این کار نبود و نشان داد که عده‌ای دیوانه به یه معنا، یه عده مجذوب ارشد اندیشه ها و باورها میتوانند از فرد نفرت چنین حادثه هولناکی رو بیافرینند. شما اون زمان کجا بودید؟ برلین بودید؟ بله، من در اون زمان برلین بودم و الان که شما میپرسید به یادم میاد که مسکار تا ساعت 4 که سر کار بودم و اخباری گوش نکرده بودم، کسی هم به من چیزی نگفت. از کار که می اومدم خونه توی ماشین بودم و رادیو هم باز بود و موسیقی پخش میکرد و من اخبار رو یکی دو بار شنیدم. با وجود که شنیدم و گفتن، من فکر کردم که من اشتباه دارم میکنم، یعنی اصلا اینو نتونستم بفهمم چون حادثه بسیار بسیار گنده بود. در تصورم نمیرفت که همچین چیزی اتفاق افتاده. تا اینکه رسیدم خونه، حدود ساعت 5 بود رسیدم خونه، تلویزیون رو روشن کردم که اخبار ساعت 5 رو ببینم. هنوزم متوجه نبودم. باور نمی‌کردم. باور نمی‌کردم. ابدا باور نمی‌کردم. بعد موقعی که تو تلویزیون روشن شد و من تصویرا رو دیدم، متوجه شدم که آنچه که در رادیو در ماشین گفتن درسته و من توجه نمی کردم. فکر می کردم شاید شوخی می کنن و یا من بعد فهمیدم حواسم جای دیگه بود. اینه همون ساعت 5 بود. من به خاطرم میاد ساعت 5 من نشستم جلو تلویزیون تا 3 بعد شب اصلا نمیشم تکون بخورم. مات شده بودم. این حادثه اصلا غیر قابل باور بود. یعنی اگر شما یک ماه قبلش از من میپرسیدید که آیا همچین چیزی ممکن است، 100% به شما گفتم خیر، اصلا همچین چیزی امکان نداره. ولی همچنان که شما گفتید، حادثه‌ای بود که دنیا رو تکون داد و تغییرات بسیار گنده‌ای به در پی خودش داشت. این همه کارهای امنیتی که امروز انجام می‌شود، شما سوار هواپیما می‌خواهید بشوید تا بدن شما رو زیر دستگاه‌های همچین کفشتون رو دری جورابتون دری همچین، یا درسته. ولی پیامدهای بسیار سنگینی داشت. برای اولین بار اتفاق افتاد که قبلا مثلا یه بمب می‌ذاشتن توی هواپیما یا هواپیما رو می‌دزدیدن یا غیره، برای اولین بار اتفاق افتاد که خود هواپیما رو تبدیل به سلاح کردن با مجموعه بنزین و انسانایی که توش نشسته بودن. و خب در این حادثه شما گفتید بیش از 3200 نفر کشته شدن و 3200 نفر در یک حمله اینچنینی بسیار رقم گنده است اینها. و در پیش این اقدامات امنیتی ایمنی که در فرودگاه ها و اینا در مرز جنگ در افغانستان، جنگ در افغانستان، جنگ در عراق. شاید اگر این اتفاق نیفتاده بود، نه امریکا نه به عراق حمله میکرد و نه به افغانستان. کتابی به تازگی منتشر شده، دیروز منتشر شد، که چند یک نفر از برجسته ترین خبرنگاران آمریکایی پژوهیده و با خیلی ها مصاحبه کرده و به این نتیجه رسیده که برنامه جنگ با عراق پیش از
رویداد سپتامبر 11 در نظر گرفته شده بود و در واقع سپتامبر 11 بهانه ای شد برای اینکه این کار انجام بشود. اما ببینید جالب است، ما امروز 11 سال از این واقعه هولناک که نتیجه یک نوع بنیادگرایی اسلامی است میگذریم و امروز صبح در مصر، در قاهره و در بنغازی بنیادگرایان اسلامی به دلیل شایعه اینکه فیلمی برای درباره زندگی محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام داره در آمریکا ساخته میشه و سازندگان این فیلم چند نفر مسیحی قبطی مصری هستند، حمله کردند به سفارت آمریکا در بنغازی و در نخست در قاهره از دیوار بالا رفتن، پرچم را آتش زدن و سپس حمله کردن به سفارت. آخرین خبری که من قبل از اینکه وارد استودیو بشم تلفنی یکی از دوستان گفت، هنوز خودم این خبر را دریافت نکردم، در بنغازی یکی از کارکنان سفارت آمریکا کشته شده و این در 11 سال این حادثه هولناک سپتامبر 11 اتفاق میفته. قرار بود که این بهار عرب باشه، قرار بود که این جنب و جوشی که در خاورمیانه آغاز شده بود به دموکراسی بیانجامه. من ارزیابی خودم را از این مجموعه رویدادها دارم. آیا جدا شما هنوز هم باور دارید؟ چون ما با هم صحبت میکردیم درباره شگفتی این جنبش بزرگی در مصر و در تونس روی داد و سپس به نظر من اشتباهی که در مورد لیبی کردن، دخالت نظامی نه. ولی بر روی یک بهار آزادی عرب به نظر می آمد که داره در این منطقه شکل می گیره. بعضی ها می گفتن که این ادامه جنبش سبز ایران هست، حالا درست یا غلط کار ندارم، ولی پیامد این به یک جریان بسیار تندرو اسلامی انجامیده که به ویژه در کشوری مانند لیبی که ناتو دخالت کرده، ناتو رفته اونجا و به اینها اسلحه داده، کمک رسانده، زیر سرپوش هوایی گرفته تا اینها بتوانن قذافی رو سرنگون کنن و امروز یک جریان نیرومند اسلامی در تونس، در لیبی و به ویژه در مصر که شاهدش هستیم به جایی رسیده که غرب از ترس سلفی ها به اخوان المسلمین پناه برده، یعنی میگوید که اخوان المسلمین بهتر از اونهاست. آیا هیچ امیدی؟ من البته تحلیل خودم رو دارم، مایلم ببینم شما اصلا آینده این خاورمیانه رو با این وضعی که وجود داره در پیامد این سپتامبر 11 که قرار بوده خیلی از مسائل بعدا تا حدودی شاید حل بشود چی میبینید اصولا؟ خب میدونید که پاسخ به این پرسش شما بسیار بسیار مشکله، اینکه آینده چه خواهد شد، ولی راستش رو بخواین من بسیار امیدوار بودم که این دگرگونی هایی که در کشورهای عربی در منطقه اتفاق میفته بتونه یک حرکت نیمچه دموکراتیک، نیمچه حقوق بشری انجام بگیره و جریانات معتدل‌تر اسلامی در این کشورها بتوانند مثلا ترکیه، مثل ترکیه راهی رو برن این ترکیه و اینها و بشود اگر که این راه طی بشه در اونجا با دموکراتیزه شدن این کشورها، با دموکراتیزه شدن منطقه، اولا تأثیرش به روی ایران بسیار قوی خواهد بود، دوم این که اگر که شانسی وجود داشته باشه برای اسرائیل که بدون جنگ به زندگی ادامه بده، چون اسرائیل الان در حدود 60 ساله می جنگه و خب بالاخره یک زمانی باید این جنگ تموم بشه و این کشور، این ملت بتونه به زندگی عادی برگرده، من ارزیابیم و حدسم این بود که این دموکراتیزه شدن منطقه میتواند کمک بکند بعداً به روند صلح و امنیت و صلحی به وجود بیاید. اصلا جدا از اون رو کمک کند به نیروهای صلح طلب در اسرائیل، چون در درون اسرائیل هم نیروهای تندروی جنگ طلب وجود داره. کاملا درسته، ولی این نگرانی وجود داشت همواره که بخش رادیکال اسلامی عملا تو این کشورها کنترل نشه، نتونن کنترل بکنن، مثلا سلفی ها و غیره. من خودم در حدود 3 پیش به مصر رفته بودم برای اینکه از نزدیکم یک بخشی از این جریان ها رو ببینم. خب ببینید، من با یه خانومی که سرتاپ ها سیاه پوشیده بود، البته به این دلیل جرئت کردم که با ایشون حرف بزنم، با ایشون که حرف نزدم، با همسرش که کنارش بود حرف زدم، برای اینکه خب نمیشد نه. ازش پرسیدم در این در قاهره بود یا در نه خیر در اوگاردا بود. اوگاردا بود. بعد بعد نزدیک شرم الشیخ. بعد پایین قسمت جنوبی شه اینها. ازش پرسیدم نظرش رو خواستم در مورد مصر بر.
بعد از مبارک و بعد از این دموکراتیزه شدن جامعه اینها، او به من میگفتش که من خیلی خوشحالم که آقای مبارک رفته و ما آزاد شدیم که من بتونم اینطوری لباس بپوشم، یعنی سر تا پا سیاه با یه عینک و اینا. به اضافه این که در اون بخشی که من دیدم و بخش توریستی بود اونجا، چه در فرودگاه، چه در هتل، چه در بخش خدمات، چه در بخش رسپشن، چه در بخش پلیس، گمرک، اینا، من یک زن ندیدم اونجا کار بکنه. به همین دلیل این نگرانی که این بخش را حتی اخوان المسلمین نتوانن این بخش رادیکال جنبش اسلامی بنیادگرا رو کنترل بکنه وجود داشت و با این اتفاقاتی که امروز افتاده حوادث بسیار بزرگیه. اگر که اونها بتونن دست بالا رو بگیرن، میتوان گفت که آینده احتمالاً تاریکی برای خاورمیانه. میدونید موضوع بسیار شگفتی که در این جریان ها هست برای من چیست؟ این است که نزدیکترین متحد ایالات متحده در خاورمیانه پس از اسرائیل عربستانه و پول دهنده به جنبش های بنیادگرای اسلامی این منطقه عربستانه. حالا شواهدی هم هستش که قطعا ایران در تحریک برخی از جریان ها مانند حماس و دیگران دست داشته، ولی به نظر من میرسه که ما در ایران 33 سال پیش شاهد پیروزی یک جریان بنیادگرای اسلامی بودیم. ببینید شباهت های زیادی بین ایران و مصر و لیبی و سوریه وجود داره. همه این کشورها به وسیله دولت های سکولار ولی خودکامه و تا حدودی فاسد اداره میشدن، حالا به درجات گوناگون. مثلا در مورد عراق صدام خب به مراتب خونریزتر از هر کدوم از این حاکمان دیگر بوده، ولی به هر روی یک مدل معینی بوده. دولت‌های اساساً یا غربگرا یا دولت‌های سکولار، دولت‌های خودکامه و در نتیجه جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در مقابلشون قد علم کرده. در مورد ایران 33 سال پیش این جنبش بنیادگرای اسلامی که به داوری من نطفه در حرکت اخوان المسلم ببخشید فدایان اسلام داشت در دهه 20 و 32 و سپس در جنبش خمینی در 15 خرداد سرانجام پیروز شد. امروز ما در ایران با یک جنبش نیرومند سکولار در برابر این بنیادگرای شیعی روبرو هستیم. به نظر می آید که دنیای اهل سنت، یعنی کشورهای عربی اهل سنت که مصر و تمام شمال آفریقا از این دست هستند و حتی سوریه از نظر شمار شهروندان بیشتر اهل سنت است، اونها در واقع این آزمونی رو که ما در ایران 33 سال پیش سنجیدیم و پیامد هولناک اون رو هم در این 33 سال دیدیم، اونها دارن در این مسیر میرن. امیدوارم در این مسیر نرن، امیدوارم این آزمون بسیار دردناک ایران رو تکرار نکنند و حکومت دینی مانند آنچه که در ایران ساخته شد به دنبال نداشته باشه. ولی همه شواهد این هست که به جای بهار عرب و دموکراسی ما شاهد یک جنبش نیرومند بنیادگرای مذهبی هستیم. حتی با این تفاوت که شما اگر به راهپیمایی ها و تظاهرات این دوران در خاورمیانه نگاه میکردید اصلا نشانی از زن نمیدیدید. در میدان التحریر یک گوشه از میدان رو به زنان حجابدار اختصاص داده بودند، در حالی که در تهران در این شورش های پس از تقلب انتخاباتی یا هر دوره دیگری ما حضور گسترده زنان رو میبینیم. یکی از نیرومندترین جنبش های اجتماعی مدنی ایران جنبش زنان کمپین 1,000,000 امضا است و اینجور که خود شما گفتید اصلا در مصر شما اصلا زنها رو در اداره های دولتی در کارهایی که برحال حتی برای توریسم انجام میدهید نمیبینید و این خیلی ترسناک اصولا. حرف شما کاملا درسته. در واقع ببینید ایران واقعیت اینه که ایران از نظر فرهنگی و غیره به نظر من از بسیاری از این کشورهای منطقه بسیار جلوتره. دلایل گوناگون داره. ما در زمانی که انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد ما 10,000,000 دانش آموز داشتیم. از این 10,000,000 5,000,000ش رو دختران دانش آموز تشکیل میدن و یا زنای دانشجو و تحصیل کرده فارغ التحصیلان داشتیم، استادای دانشگاه زن داشتیم، قاضی داشتیم خانم بله. عبادی بله قاضی زن داشتیم و غیره. و حتی الان هم در جمهوری اسلامی حداقل
دوستان آلمانی من که به ایران رفتن و اومدن خبرنگار و اینا میگن در شما در اکثر ادارات و وزارتخونه‌ها که میری تا بالاترین مقامات مدیر کلی زنان نشستن و این واقعیته. دلیلش هم مال انقلابی است، حالا اسلامی بودنش یک مسئله دیگه است، انقلابی است که در ایران اتفاق افتاد و این بخش حالا زنان و مردان در ایران همچنان که آیت الله خمینی در انقلاب اسلامی حرفی رو که در سال 1342 زد دیگه تکرار نکرد در مورد زنان بله. که حق رأیشون موجب فساد و فحشا میشه و پذیرفت این وجود رو، زنها رو مسلح کرده بله. برخلاف تمام تعلیمات و دستورهای بله. دینی بله. خودش در گذشته بله. اینها رو فرا خونده، لش بسیجی و سار الله و غیره درست کرده بله. حالا به هر حال ما یک تجربه بسیار تلخی داشتیم و اولین کشوری بودیم که این باهای سنگین رو پرداختیم و یک بیداری در ایران به وجود اومد و جنبش 3 سال پیش رأی من کو در ایران من فکر می‌کنم اصلا قابل مقایسه نیست با حرکت‌هایی که در کشورهای عربی انجام گرفته. اولا آنچه که در کشورهای عربی انجام گرفت در تونس، مصر، لیبی و یا سوریه بدون توافق به خصوص مثلا مصر، اگر آمریکایی‌ها به ارتش اشاره نمی کردن که به روی تظاهر کنندگان شلیک نکنند و ارتش اعلام نمی کرد که ما به روی کسی شلیک نمی کنیم، خب این همه آدم به میدون تحریر نمی رفت و اینها. در حالتی که در ایران غرب روی این بخشی که اومد روی توی خیابون و گفت رأی من کو، نفوذی اونطوری نداشت و برخلاف تمام ماشین سرکوب و غیره اومد توی خیابون و میخواست، ولی حالا ناموفق بود که به نظر من در دور بعدی حالا کی بشه نمیدونم موفق خواهد شد. ولی همچنان که شما هم گفتید در کشورهای عربی شما میبینید که درسته یک بخش دموکرات لیبرال سکولار داره و یک بخش نسبتاً معتدل اسلامی داره، ولی جریان بنیادگرا بسیار بنیادگرا و قویه و من نگرانیم این هستش که تا حالا یه مقداری کنترل شده بود نه. من نگرانیم این هستش که در برابر این حرکت بسیار قوی بنیادگرایی که در بدنه هست، حتی جریانای مثلا اخوان المسلمین و اینها هم نتونن مقاومت کنن. به علاوه این که من فکر می‌کنم تفاوتش با جریان ایران هم یکی، تو این کشورها الان یک دعوای مذهبی هم، دعوای شیعه و سنی شروع شده و این که مثلا عربستان که خودش نه دموکراسی میشناسه نه حقوق بشر از جنبش های دیگه دفاع میکنه، دعوای قدرت گرفتن اهل سنت. و یه نکته خیلی جالبی رو پیش از این که به تنفس بریم یا به آگهی ها گوش کنیم، ببینید ایران در 3 دوره در تمام خاورمیانه پیشراز بوده. انقلاب مشروطه ایران، ما اصلا در انقلاب مشروطه ایران اولین میدان تحریر رو داشتیم در باغ سفارت بریتانیا، نزدیک به 12,000 تا 15,000 نفر بس نشسته بودن. جمعیت تهران در اون موقع 110,000 نفر بوده یا 100 شاید اندکی هم اندکی بیشتر، ولی بر روی بیشتر مردان بالغ در سفارت نشسته بودن. اولین انقلاب بزرگ لیبرال دموکراسی رو ما در خاورمیانه داشتیم با. بعد در جنبش ملی شورای صنعت نفت ما نخستین جنبش اعلام حق حاکمیت ملی رو داشتیم، بعدها سوئز و جنبش های دیگر به وجود آمد. این بار هم منتها معکوس اون، ما نخستین آزمون تلخ انقلاب اسلامی رو داشتیم که این کشورهای دیگر هیچگاه این رو آزمون نکردن و ما این رو دیدیم. یعنی در ایران مردم آشنا شدن با اینکه حکومت دینی چه بلایی بر سر مردم و بر سر دین می آورد. و روی اجازه بدهید که برویم و آگهی ها رو پخش کنند و برگردیم بخش دوم برنامه رو با هم انجام بدهیم. جمعه 14 سپتامبر تورنتو، شنبه 15 سپتامبر اتاوا، شنبه 22 سپتامبر شیکاگو، یک شنبه 23 سپتامبر آتلانتا، جمعه 28 سپتامبر فیلادلفیا، شنبه
29 سپتامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 30 سپتامبر نیویورک، پنج شنبه 4 اکتبر سیاتل، شنبه 6 اکتبر پورتلند، یک شنبه 7 اکتبر لس آنجلس، شنبه 13 اکتبر سان فرانسیسکو، یک شنبه 14 اکتبر ساکرامنتو، جمعه 19 اکتبر ونکوور. The memory of a new beginning. The memory of joyous homecoming. The memory of a life of togetherness. The memory of leaving home behind. The memory of the first morsel. That's why we cultivate every grain with special care. Daawat Basmati. Not just a meal, it's a memory. با سلام، آزیتا شیرازی هستم و سپاسگزاری میکنم از تماس‌های متعدد شما در رابطه با گرفتن گرین کارت از طریق EB5، سرمایه گذاری 500,000 دلار. از موقعیت استفاده کردم و چون مدیر عامل کمپانی امریکن لوجستیکس برای یک سمینار در تاریخ‌های 31 شهریور تا 7 ماه مهر مصادف با 21 سپتامبر تا 28 سپتامبر در دبی خواهند بود، من هم به ایشون میپیوندم تا بتونیم با شما ملاقاتی از نزدیک داشته باشیم و جوابگوی سوال‌های شما و کنجکاوی‌های شما باشیم. لطفاً هرچی سریع‌تر با تلفن‌هایی که در روی تصویر می‌بینید با ما تماس بگیرید تا بتونم وقت تعیین قبلی بکنیم. تلفن آمریکا همین الان قابل استفاده هست. تلفنی که در روی تصویر می‌بینید برای دبی از تاریخ 21 سپتامبر قابل استفاده خواهد بود. به انتظار دیدار با شما خواهیم بود. به الیت مزدا در گچینو خوش آمدید، جایی که فروش و سرویس اتومبیل معنای متفاوت با دیگر نمایشگاه‌های اتومبیل دارند. در الیت مزدا راحتی و رضایت شما در اولویت کار ما قرار دارد. شما فقط با یک بار حضور در نمایشگاه ما در خواهید یافت که تجربه خرید و سرویس اتومبیل در الیت مزدا تجربه کاملا متفاوت و رضایت بخش است. در نمایشگاه الیت مزدا به هنگام سرویس اتومبیل خود شما می توانید از سرویس های رایگان نظیر سالن ورزش و ماساژ، آرایشگاه، انواع نوشیدنی ها و کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید. هدف ما در الیت مزدا ارائه بالاترین کیفیت سرویس اتومبیل و قیمت‌های غیرقابل رقابت در فروش مدل‌های مختلف مزدا است. اتومبیلی که برنده جایزه‌های متعدد بین‌المللی شده است. همین امروز از نمایشگاه باشکوه الیت مزدا در گتینو در فاصله 5 دقیقه پارلمان کانادا دیدن کنید تا مزدای دلخواه خود را بیابید. الیت مزدا واقع در 12-05 اوست لابراندری گتینو کبک، 819-568-6000. الیت مزدا. Different words describe different people, but in the eyes of the law there's one that fits us all. Human right number 7. We're all equal before the law. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، همیهنان گرامی، همونجور که در آغاز برنامه اشاره کردم، امروز من با آقای پرویز دستمالچی، بدون اینکه همچین ادعایی داشته باشیم، به جای آقای فروزنده نشسته ایم و آقای فروزنده بناست که از دوشنبه برنامه های همصدایی رو با شما باشند. در فاصله ای که من و شما در این بخش آگهی ها با هم گفتگو می کردیم، اشاره درستی رو کردید. می دونید من اصولا رشته کار پژوهشیم بیشتر دور مشروطه و مدرنیته چرخ می زنه و این نکته بسیار با ارزشی رو مطرح کردید که
این مشروطه واقعا آثار ماندگارش در تاریخ ما تا به امروز احساس میشه، چیز بسیار بزرگی در تاریخ ما بوده. یعنی همون تأثیری رو که انقلاب فرانسه در زندگی مردم فرانسه گذاشته، واقعا این انقلاب مشروطه در زندگی ایرانیان نهاد با همه گرفتاری هایی که این انقلاب مشروطه داشت. در واقع در تایید همین صحبتی که الان شما کردین، میخوام بگم که انقلاب مشروطه ایران در واقع در هیچ کدوم از کشورهای منطقه اتفاق نیفتاد. ایران تنها کشوری بود که با نگاه به انقلاب مشروطه در ایران اون زمان، ایرانی که 1% جمعیت باسواد بیشتر نداشت و بعد با یک تاریخ 2200-300 ساله فقط استبدادی روبرو بوده و نه طبقات جدید اجتماعی به وجود اومده، نه تغییر اقتصادی وجود داشت، نه اندیشه های نوین سیاسی وجود داشت، هیچ ایناش، هیچ تغییری وجود نداشت در ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه، اندیشه های انقلاب فرانسه رو میاره و از شاه و شیخ سلب قدرت میکنه و حق حاکمیت رو منتقل میکنه به مردم و بعد حقوق شهروندی رو به رسمیت میشناسه در برابر قانون. اصل هشتم متمم قانون اساسی میگوید که اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوقند. این 106 سال پیشه. بله این خیلی مهمه. یعنی موقعی که الان نگاه میکنیم که حتی تا دهه 60 در ایالات متحده امریکا سگریگیشن، جدایی نژادی وجود داره و سیاه ها از حق مساوی برخوردار نیستن. و بعد یا جنبش ملی کردن صنایع نفت ایران، یعنی یک حرکت ضد استعماری بر علیه بزرگترین کشور استعمارگر آن زمان انگلستان، نمونه است در تاریخ دنیا و در تاریخ منطقه. و حتی انقلاب اسلامی هرچند که منفی شد، منفی بود از نظر من، یعنی آنچه را که جنبش مشروطیت از شاخ و شیر ضد مدرنیته بود دیگه، جنبش به ملت منتقل کرد حق حاکمیت رو، انقلاب ضد مدرنیته بود، از ملت گرفت، از شاه هم گرفت داد به ملاها. اما شما این هم که مقایسه میکنید با حرکت های کشورهای عربی، در کشورهای عربی یک تغییراتی در ساختار سیاسی انجام گرفت، در حالتی که در ایران مجموعه جریان از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کله پا شد و یک مدل کاملا متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو آوردن به جای نظام. در مصر 60 سال از زمان به اصطلاح انقلاب مصر، که اصلا انقلاب نبود، اسمش بود انقلاب مصر، ولی کودتای نظامی بود، عبدالناصر، بله، اول نجیب بعدم عبدالناصر، در این 60 سال اساسا کشور مصر 3 تا آدم بر رهبریش بودند. بله، یعنی از سادات و ناصر و حالا نجیب که دوره کوتاهی بود، بعدم دوره طولانیش که مبارک. اصلا کشور ما از این لحاظ خیلی پرتحول بوده، ما دورانهای بسیار جالبی رو پشت سر گذاشتیم. اجازه بدید من میخوام بحث رو بکشونم به موضوعی که به امروز خیلی مربوط میشه ولی ارتباط هم داره با نکته‌ای که مطرح میکنید. یعنی امروز ما در ماه شهریور هستیم الان و در شهریور 103 سال پیش ایران شاهد کوشش محمد علی شاه برای بازگشت پادشاهی بود، خود او و برادرانش. اتفاقا در 103 سال پیش در امروز سارالدوله و یار محمد خان کرمانشاهی وارد سنندج شدند و سنندج رو گرفتند که با کمک برخی از عشایر وفادار کرد که در اونجا با اونها نزدیک بودند، مثلا به طرف تهران حرکت کنند و در گرگان هم در از راه ترکمن صحرا خود محمد علی شاه وارد گود شده بود که مشروطه رو در واقع شکست بده با پشتیبانی روسیه. در این ماهای گذشته ما بار دیگر شاهد یک کوشش به یه معنا جدایی پذیری از ایران یا تجزیه ایران بودیم. دو هفته پیش بیانیه منتشر شد به امضای آقایان مقتدی و هجری، رهبران حزب دموکرات کردستان و حزب کومله کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، که در این بیانیه صحبت از آغاز جنبش رهایی بخش، ادامه جنبش رهایی بخش ملت کرد شده بود. اخیراً هم در پشتیبانی از اونها آمدن عده‌ای از کردستان شرقی صحبت می‌کنند.
یعنی در واقع این کردستان واحدی است، شرق کردستان، که شرق کردستان، بله این شرق کردستان است و قرار است که کردستان یک پارچه بشود. و بعد میگویند که ما اصلا دایه تجزیه نداریم. اینا فقط در واقع برای رفع ستم از مردم کرد است. برای من به ویژه جالب است از این لحاظ که شما امروز که در 20 سالگرد رویداد هولناک میکونوس، رستوران میکونوس که رهبر حزب دموکرات کردستان رو کسانی که از ایران گسیل شده بودند، از سوی ایران آمده بودند، ترور کردند در اون رستوران، شما هم حضور داشتید، یعنی یکی از 4 نفری بودید که جان سالم به در بردید. و روی صاحب پیشینه خود شما هم روشن است که از پشتیبانان حقوق مردم محروم جامعه ایران از جمله مردم کرد بودید. و این بیانیه‌ای که منتشر شده به پشتیبانی از اون کارهایی که صورت میگیره و تا حدودی یک نوع کرنشی که بخشی از روشنفکران ایران در مقابل این کارها انجام میدن، که خیر خاک و خون همون قطرها مهم نیست، حالا یه عده خواستن جدا شن یا یه عده خواستن داخل ایران یک شعبه مستقلی درست کنن، چه کار دارید به اونها؟ شما هم فکر می‌کنم با من موافق باشید که این مسئله کوشش برای تجزیه ایران بسیار بسیار جدی است در این روزها. ببینید، من فکر می‌کنم حداقل اون بیانیه مشترک و این بیانیه‌ای رو که ایده‌ای از روشنفکران کرد امضا کردن و صحبت از شرق، جمعی از آزادی‌خواهان و فعالین مدنی کردستان وارد شد، صحبت از شرق کردستان امروز منتشر کردن، این حداقل جای سوء تفاهم‌های بسیار بسیار گنده باقی می‌ذاره. و اگر واقعا منظور این دوستان این برداشت ما از این بیانیه و یا اون موافقت نامه توافق نامه نیست، خب خیلی سریع میتوانند یه بیانیه دیگری صادر بکنند و سوء تفاهم‌ها رو بردارن. من خودم شخصا با هر گونه تجزیه ایران، تیکه کردن ایران، جدا کردن بخش‌های ایران بسیار مخالف هستم. و ایران در 150 سال گذشته، 200 سال گذشته در اثر سیاست‌های بسیار غلط و نالایق حکومتگران گذشته 60% اراضیشو از دست داده. و ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که در اتحادیه اروپا کشورهایی که ناسیونالیسم بسیار قوی داشتن، مثلا آلمان، فرانسه و غیره، ناسیونالیسم مهاجم و خونریز، بله بله، نه فقط ناسیونالیسم تدافعی مانند ایران نبوده، ناسیونالیسم خونریز بوده. بله. ببینید، اینا اومدن مرزها رو برداشتن، 28 ملت 28 دین و مذهب و فرهنگ و همه چی به صورت یه واحد اتحادیه اروپا در اومدن و دارن با حقوق مساوی در برابر قانون برای همه شهروندان اینا شرایط بهتر زندگی رو برای همه فراهم آوردن از نظر حقوقی و غیره. یعنی یه کارگر رومانی میتونه بلند شه بره آلمان کار بکنه، در آلمان که کار میکنه داره بیمه‌ش هم هست، حق بازنشستگیش هم میگیره و غیره. خب در زمانی که در دنیا حرکت دنیایی که با هم جنگ کردن، دنیایی که با هم جنگ کردن، همه اینا رو برداشتن و 28 ملت و قوم و فرهنگ و دین و مذهب اینطوری شدن، ما حالا بیایم در شرایط به ویژه منطقه خاورمیانه احتمالاً سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنیم که بتواند نیروهایی رو که علناً و رسماً میگویند که میخواهند یه نیروی گریز از مرکز هستن، میخواهند جدا بشن، تقویت بکنیم و یا آب به آسیاب به اونها برسیم، من با این مخالف هستم. به صلاح ما نیست. این درسته که در کردستان ما مشکل داریم، این درسته که در بلوچستان مشکل داریم، ولی این همین مشکلات رو ما در تهران داریم. درسته که حکومت مرکزی رهبران کرد رو کشته، ولی اگر که شما مقایسه بکنید که همین حکومت مرکزی چند نفر از حزب توده رو کشت، چند نفر از رهبران فدایی ها رو کشت، از چند امیران نفر ارتش ایران رو، از امیران ارتش ایران رو کشت، یعنی از طرفداران تمامیت ارضی ایران و دولت پادشاهی، دولت پادشاهی رو کشت، مجاهد رو کشت. و فقط در ظرف یک هفته در سال 1367 بین 4,000 تا 10,000 حالا آمارا متفاوت زندانیان سیاسی ایران رو که فارس و ترک و کرد و غیره همه رو کشت، نه به دلیل قومیت و یا غیره، برای اینکه مخالفین سیاسی بودن. یعنی این مشکلی که
حزب دموکرات کردستان و یا نیروهای سیاسی کرد به درستی ازش حرف میزنن در نبودن، محروم بودن از برخی از حقوق اساسی و حقوق اجتماعیشون، درسته، ولی صرفا مربوط به اینا نیست. فارس ها هم درگیر همین جریان هستن، ترک ها هم درگیر این جریان هستن. یعنی شما اگر که فارس باشی غیره باشی ولی شیعه مجتهد نباشی از ارگانهای اساسی شما رو محروم کردن. ولی به دلیل قومیت من محدودیتی نمیبینم اصلا. من ببینید بذارید یک نکته رو بگم، شاید هم برخی از این کسانی که با این نوع گروه ها و این نوع حرکت ها موافقند یا جانبداری میکنند بدشون بیاد. من باورم بر این اساس دستمالچی که در مجموعه تبعیض هایی که در 33 سال گذشته در ایران بوده یا ناروایی هایی که در 100 سال گذشته در ایران بوده، چه در دوران پادشاهی و چه در دوران جمهوری اسلامی، تبعیض قومی و فرهنگی و زبانی اندک بوده، اونقدرها چشمگیر نیست. یعنی حتی در زمان رضا شاه، در زمان محمد رضا شاه، ما با یک حرکت لگام گسیخته تبعیض قومی روبرو نیستیم. رادیو به زبان آذربایجانی ترکی بوده، رادیو به زبان کردی بوده. البته برخی میآیند و میگویند که خب این رادیو تبلیغات دولتی میکرده، مگر رادیو به زبان فارسی تبلیغات ملتی میکرده؟ فرقی نمیکنه. در دوران جمهوری اسلامی به نظر من که تبعیض خیلی بالا گرفته و اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست، ما دو تبعیض خیلی برجسته تر در ایران داریم، تبعیض دینی و تبعیض جنسیتی، که اصلا همسنگ با تبعیض فرهنگی نیست. در رده های بالای روحانیان ایران، روحانیان آذربایجانی تبار نشستند، روحانیانی هستند که زبان مادریشون ترکی بوده. در بالاترین مقام های برخی از گروه های سیاسی طرفدار حکومت، یکی از گروه هایی که پایه‌گذار سپاه پاسداران بوده، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اینها کردتبار هستند. همین الان در قم روزنامه به زبان کردی و ترکی به سود حکومت منتشر می شود. یعنی شما امروز اگر یک شاعر کرد تعریف کننده از رهبر انقلاب باشید، شیعه باشید، رهبری انقلاب از رهبر از آقای خامنه ای تعریف بکنید، به شما مدال هم میدن، کتابتون رو منتشر هم میکنن. ولی تبعیض جنسیتی در ایران که برای اونها فرق نمیکنه که شما زن بلوچ هستید یا زن شیرازی هستید یا زن سنندجی، شما از حقوق بسیار ابتدایی خودتون محروم هستید، حق گزینش پوشاک شما نداری. فارس سنی باش، فارس سنی از حقوقت محروم هستی، فرق نمیکنه. مردم ایزه که اهل سنت هستن به همون اندازه از این تبعیض دینی رنج میبرند که مردم سنندج. افسون بر این، ارمنیان ایران، یهودیان ایران، بره، افراد بیدین در ایران، بره، درویشان ایران، بره. یعنی به نظر من این بزرگ کردن تبعیض فرهنگی، زبانی، قومی، شما ببینید اینا حتی با اصلاح طلبان چه کردن. درسته؟ از خودشونه. از خودشونه. ببینید در تایید صحبت‌های شما میخوام بگم، ببینید اولا که هر ملتی تاریخ شکلگیری خودشو داره. یعنی ما نمیتونیم مدل برداری کنیم و یا اگر که مثلا در تعاریفی رو که از ملت در سده 18 و 19 در اروپا شد، مثلا مرز فرهنگی گذاشتن، مرز طبیعی گذاشتن، مرز زبانی گذاشتن، اینا تعاریف مختلفه. ولی شما ملت امریکا رو میبینید که سوگند به قانون اساسی میخوره، شما ملت ایتالیا رو میبینید که نه قومه، شما ملت هندوستان رو میبینید که بیش از 2000 قوم در واقع اتنیکه دیگه، یعنی این گروه های اتنیکن. ببینید در هندوستان بیش از 2000 گروه های قومی و اتنیک و غیره وجود داره. به همین دلیل شما موقعی که در رابطه با یک ملت صحبت چرا راه دور برید؟ انگلستان زادگاه فکر لیبرال دموکراسی، ببینید چند تیره تیر و تبار اتنیک وجود داره. بعدم به اضافه اینکه صحبت هایی که میشه، ببینید با واقعیات تاریخ ایران نمیخوره. فارس ها در 1100 سال گذشته فقط 100 سالش شاید سر قدرت بودن، 1000 سالش یا عربا بودن یا ترکا بودن یا ترکمنا بودن و غیره. ببینید در ایران اینا حکومت کردن، فارسا که نبودن. شما همین الان در جمهوری اسلامی برید مثلا میخواییم واسه بچه‌تون شناسنامه بگیرید، بگید اسم شما هم بذارم پرویز، میگن نمیشه، بعد بذاری ابوالفضل. خب این چه خب ستمه به اصطلاح فارس هاست نیستش این. ببینید ما نباید یه سری چیزایی رو که با واقعیت جامعه ایران نمیخوره، آذربایجانی های ایران، شما حتی سیستان و بلوچستان هم که میرید بازار دست ایناست.
شما رهبر مذهبی نظام که بالاترین نهاد قدرت در جمهوری اسلامی هست آذربایجانیه، آذربایجانی تبار خودش خراسان دنیا آمده پدرش بود، و یا شما یه رگ اونوری داری، بنده یه رگ اونوری دارم. ببینید همین ما همه آمیزه ای هستیم از مجموعه اقوام و تبارها و تیرها و ایلهایی که در ایران یا از بیرون از فلات ایران به ایران آمدن و اینجا زندگی میکنند و یا اصلا بومی این سرزمین بودن. اصلا ما چیز خالصی در ایران به عنوان اینکه اینها فقط مثلا لور هستند، اینها فقط تهرانی هستند، اساسا کشوری است که حالا اگر این داستان‌های راجب سید، این همه سید و امامزاده در گوش و کنار ایران درست باشه، خب معلومه که اینها به هر حال عرب تبار هستند و ایرادی هم در این نیست. اتفاقا زیبایی یک کشور، توانایی یک کشور این تنوعه. به نظر من ببینید اون مشکلی رو که ما در کردستان و یا آذربایجان یا هر جای دیگه داریم، مشکل حکومت اسلامی در ایرانه. یعنی اگر ما این مسئله حکومت مرکزی رو بتونیم حل بکنیم و یک نظام دموکراتیک بیاریم که در این نظام دموکراتیک قوای حکومت ناشی از اراده ملت است. ملت چیه؟ کرد و فارس و ترک و همه اینا ملت هم. درسته؟ ده ها تبار و تیره دیگه. بله. و حقوق مساوی اینها در برابر قانون به رسمیت شناخته بشه، در اون صورت این تمام جاهای دیگه دنیا که دموکراسی برقراره، فرقی نمیکنه که کی خودشو کاندید میکنه برای چه مقامی، رأی که بیاره میشود. ما با یه نظامی روبرو هستیم که تبعیضش نسبت به همه است، اصلا فرقی هم نمیکنه. شما میخواین فارس باشید یا کرد باشید، اگر اهل سنت باشید شما از حقوق اساسیت محرومی، به دلیل دینته، به دلیل مذهبته. شما میخوای فارس باش، میخوای کرد باش یا ترک باش، زن که بودی از حقوق اساسی، در حقوق اساسی محرومی، در حقوق مدنی نیمه این و نیمه و. شما اگر که فارس باشی، کرد باشی، هر چی که باشی، موقعی که یا مجتهدی یا نیستی میزننت کنار. یه تیکه از این بیانیه جمعی از آزادی خواهان و فعالین مدنی کردستان رو ما برای شما بخونم، ببینید تا چه اندازه به چه به نظر من گودالی فرو رفتند که بیرون آمدن از اون بسیار دشوار هست. یعنی از سرکوب ملت کرد صحبت میکنند، دور دیگری از سرکوب ملت کرد از طرف اپوزیسیون امروزی و حاکمان فردا ایران شروع خواهد شد. ببینید از حالا دارن برای تحریک ناسیونالیسم، یعنی میگن ناسیونالیسم ایرانی بده، در مقابلش یکی از پلیدترین اشکال ناسیونالیسم پانکردی رو تبلیغ میکنن که این مخالفان جمهوری اسلامی که من و شما هم جزو اون هستیم، اگر فردا دولتی در ایران باشد که بنده و شما هم جزو اون باشیم، اولین کاری که خواهیم کرد سرکوب ملت کرده. بنابراین میگویند که در این دموکراسی آینده ما جایی نداریم، باید برویم و حساب خودمون رو جدا کنیم. به همین دلیل هم در پایان حرفی که میزنن بعد از اینکه میگویند که اصلا صحبت از جدایی مطرح نیست، صحبت از همسرنوشتی مطرح است، میگویند که ما خواهان برگزاری رفراندوم در کردستان با نظارت سازمان‌های بین‌المللی و مجامع بشردوست به منظور نه تعیین دموکراسی در ایران، تعیین حاکمیت سیاسی آینده کردستان هستیم. یعنی این روشن دیگه، یعنی بیایند و رأی بگیرند که آیا کردستان می‌خواهد در چارچوب ایران باقی بماند یا نه. من یه نکته رو به این بیافزایم، افسون بر همه اون چیزی که شما گفتید، به نظر من این کار به یاری حکومت میشتابه. برای چی؟ برای اینکه دست حکومت رو به عنوان نماینده تمامیت ارضی، نیرویی که میخواهد جلوگیری کند از اینکه تفرقه در ایران، جدا شدن از ایران به وجود بیاید، تقویت میکنه. افسون بر این، کمک میکنه به اینکه به مردم بگویند که اگر ما نباشیم، اگر جمهوری اسلامی تضعیف بشود، خارجی ها ایران رو چند پاره خواهند کرد، کدی خواهند کرد این کار رو. و بنابراین این کارها نه تنها تفرقه در جنبش دموکراسی خواهی ایران میاندازه، چون موضوع جدایی کردستان دموکراسی نیست. امروز در اقلیم کردستان عراق مگر دموکراسی برقراره؟ آقای بارزانی اون بالا نشسته مانند دوره قبل آقای صدام حسین با قدرت تصمیم میگیره که مردم کردستان چگونه زندگی کنند. یک حزب سیاسی در واقع نماینده یک دسته ایلی کرد بر زندگی تمام مردم کرد در اون منطقه چیره است و این رو در واقع تصور میکنند که به دموکراسی در ایران خواهد انجامید. بنده باور ندارم. من فکر میکنم
همونجور گفتید موضوع اساسی جامعه ما از هر تیر و تباری که مردم هستند، از هر پیشینه فرهنگی و زبانی که هستند، موضوع دموکراتیزه کردن جامعه است. یعنی موضوع در واقع گذار از جمهوری اسلامی است، نه موضوع ایجاد واحدهای ایلیاتی در گوش و کنار ایران و زیر زرق قرار دادن مجموعه جنبش دموکراسی خواهی در ایران. مثلا ببینید بفرمایید، دموکراسی اصولا روی حقوق فردی بنا میشه. یعنی من همونقدر مثلا با یه حرکت نجات پرستانه و یا گروه پرستانه فارس مخالفت خواهم کرد که با یه حرکت مثلا پانتورکیست و یا هر جریان دیگه، اینا گروه های رادیکالی هستن که از حقوق ویژه برای یه گروه مختلف صحبت میکنن. به همین دلیل دموکراسی مدرنی که وجود داره واقعیت اینه که روی حقوق فردی و حقوق فردی بدون در نظر گرفتن قوم و ملیت و اتنیک و جنسیت و دین و مذهب اصلا به این چیزا کاری نداره. همین که شما یه انسان هستی به عنوان یک موجود بیولوژیک و در شهروند این واحد سیاسی جغرافیایی هستی، از تمام حقوق مساوی با دیگران بهره‌مندی. حالا میخوای فارس باش، میخوای کرد باش، میخوای ترک باش، میخوای زن باش، میخوای یهودی باش، میخوای بهائی باش و یا هر چیز دیگری. به نظر من یه خطای فکری دیگه که انجام میگیره، حداقل استدلال میکنن، میگن بسیاری از این گروه ها میگن که ما زمانی میتوانیم به دموکراسی خودمون برسیم که خودمختار باشیم مثلا. نه، میگن فدرالش بکنیم. ببینید واقعیت واقعا موجود کشورهای دموکراتیک این استش که فدرالیسم الزام دموکراسی نیست. میتواند یک نظامی فدرال هم سازماندهی بشه، این ایالات متحده امریکا، ولی انگلستان که فدرال نیستش، که ایتالیا که فدرال نیست، سوئد و ژاپن و نمیدونم فرانسه و اسپانیا و پرتغال و اینا که فدرال نیستن. یعنی وصل کردن، مشروط کردن یک فرم ویژه از کشورهای دموکراتیک و یا دموکراسی به این که ما فقط از اون راه به دموکراسی میرسیم، حرف نادرسته. به هر حال این کشور داره یک تاریخه و در جنبش مشروطیت حتی صحبت از حکومت‌های ایالتی و ایالتی بود که هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم من نمی‌بینم. ولی شما نمیتونید این رو، ایالت و ولایت رو، ولایت رو بیاری روی فدرالیسم و یا مثلا حدود قومی تعریف بکنید. خب ببینید، اینها که اصلا به فدرالیسم هم راضی نمیشن. این حرفایی که امروز دارن میزنند همونجوری که در اقلیم کردستان عراق زده میشه. اقلیم کردستان عراق در زمان صدام حسین خودمختاری پیدا کرد. امروز در دولت کنونی عراق بدون صدام حسین دارای اختیارات کامل هست، یعنی از فدرال هم بالاتره. به این هم راضی نیست. صحبت از این میکنن که ما ارتش خودمون رو خواهیم داشت، پول خودشون رو میخوان چاپ کنن. ببینید سفیر دارن در کشورهای مختلف، سفیر اقلیم کردستان در کشورهای مختلف، اینها به عنوان کشور مستقل میخوان عمل کنند. و متاسفانه برخی از این رهبران ایرانی گروهای کرد هم دارن به دام این مسئله میفتن. حالا شاید کمک‌هایی هم میرسه به اینکه به این دام بیفتند، یعنی تشویق هم میشوند که به این دام بیفتند. این به اینجا خاتمه پیدا نخواهد کرد. فردا سر ماجرا در بلوچستان بلند خواهد شد، در ترکمن صحرا بلند خواهد شد، در آذربایجان. ستیز بعدی بر سر این است که ارومیه بیشتر آذربایجانی است یا کرد است. یک نزاع بزرگ قومی در ایران برپا خواهند کرد که یکی از کوشش های اون وقت عربستان و کشورهای دیگر منطقه جدا کردن خوزستان خواهد بود، فقیر کردن سرتاسر ایران. و این به نظر من یک فاجعه است در حال تکوین. جنبش کنونی ایران یکی از دستاوردهای بزرگش پیدایش ساختارهای مدنی است. همین جنبش 1,000,000 امضا، این جنبش 1,000,000 امضای زنهای شیرازی نیست، جنبش 1,000,000 امضای زنان ایرانه که کرد و بلوچ و ترک تبار و همه درش هستند. زندانیان سیاسی ایران همچنین، جنبش های دیگر مدنی جامعه ایران، همه اینها در واقع جنبش مجموعی مردم ایران هست. و این کوشش به نظر من بازگرداندن چرخ تاریخ به پیش از مشروط است، به دوران ایلیاتی جامعه ایران است. نه، من با صحبت های شما کاملا موافق هستم. یعنی واقعا به نفع ملت ایران نیست، به نفع، حالا نمیدونم، از نگاه من به نفع کردها، آذربایجانی است. ما این کشور رو تیکه پاره بکنیم که چه بشود، که چه بشود. اگر هدف
زندگی کردن همه در یه شرایط مساوی، حقوق مساوی بدون تبعیض است، این مشکل همه ماست. یعنی فارس‌ها همونقدر زیر تبعیض و اون تبعیضات دینی و مذهبی و جنسیتی و غیر قرار دارن و سیاسی و اینا که دیگران قرار دادن. فکر میکنم بهتر همان استش که همون صحبتی رو که من اون شب شاهد این گفته دکتر شرفکندی بودم، برگشت به من گفتش که آی دستمالچی، از ما کردها ایرانی تر کسی نیست، ما در چارچوب ایران خواهیم موند، ما برای دموکراسی در ایران مبارزه خواهیم کرد و از جمله برای استقلال دموکراسی در کردستان. و این حرفش درسته و منم که این همه تلاش کردم در این زمینه که حق اینها هم بوده و قتل بی خود انجام گرفته ممانند سایر جنایت های دیگه که جمهوری اسلامی کرده، همواره در نظرم این بوده، الانم این کار میکنم، از حقوق فرق نمیکنه حالا کرد، ترک، از حقوق شهروند ایرانی که زیر پا گذاشته شده، نقض شده، دفاع خواهیم کرد. ولی همه با هم. اجازه بدید که به پایان بخش دوم برنامه رسیدیم، باز هم به آگهی‌ها بپردازیم. من از اتاق فرمان خواهش میکنم به مناسبت این که ما درباره ایران صحبت کردیم، اگر در اختیار دارند این نخستین سرود ملی ایران رو که در زمان مظفرالدین شاه ساخته شد و به تازگی، یعنی در این چند سال گذشته، آقای ترقی برای شعری گذارده، این رو برای شنوندگان گرامی، بینندگان ارجمند پخش کنند. Memory of a new beginning. The memory of joyous homecoming. The memory of a life of togetherness. The memory of leaving home behind. That's why we cultivate every grain with special care. Dawat Basmati. Not just a meal, it's a memory. سالار عقیلی تهم نوازان. جمعه 14 سپتامبر تورنتو. شنبه
15 سپتامبر اتاوا، شنبه 22 سپتامبر شیکاگو، یک شنبه 23 سپتامبر آتلانتا، جمعه 28 سپتامبر فیلادلفیا، شنبه 29 سپتامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 30 سپتامبر نیویورک، پنج شنبه 4 اکتبر سیاتل، شنبه 6 اکتبر پورتلند، یک شنبه 7 اکتبر لس آنجلس، شنبه 13 اکتبر سان فرانسیسکو، یک شنبه 14 اکتبر ساکرامنتو، جمعه 19 اکتبر ونکوور. پاناما خانه دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک کشور زیبا، امن، با ثبات، دور از جنجال‌های سیاسی، اقتصادی و یا ضایعات طبیعی هستید، پاناما می‌تواند خانه دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و مهاجرت به پاناما با دفتر مرکزی جوین پاناما تماس حاصل فرمایید. 818-394-6503 و یا به سایت www.joinpanama.com مراجعه فرمایید. بختیاریات گروپ به مدیریت عسکر بختیاری با افتخار به اطلاع هموطنان میرساند که در 7 مرکز معتبر فروش اتومبیل همراه با همکاران فارسی زبان در خدمت شماست تا شما را در خرید اتومبیل های نو و دست دوم یاری دهد. هانتینگتون فورد، بیچ بولوار، پوینت هیلز، میتسوبیشی، پوینت هیلز، آنهایم، میتسوبیشی، آنهایم، کپیتال میتسوبیشی، سان هوزه، منلو مزدا، ردوود سیتی، ستیونز کریک سوبرو، سان هوزه و پوینت هیلز سوبرو. ضمناً نگران کردیت خود نباشید، چون ما میتوانیم به شما کمک کنیم. در فروش هیچ کس قادر به شکستن قیمتهای ما نیست. در روی سایت www.bakhtiariatogroup.com بیشتر با ما آشنا خواهید شد. bakhtiariatogroup.com. بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، همیهنان گرامی، به بخش سوم برنامه، بخش پایانی برنامه میرسیم. آقای دستمالچی، در بخش پیشین درباره این گرایش های تجزیه طلبانه و بیمهراس جنگ صحبت کردیم. ببینید، ایران در 57 سال پیش از جمهوری اسلامی، در دوران پادشاهی پهلوی اول و دوم و سپس اون 19 سال پیش از اون، یعنی دوران پس از فرمان مشروطه تا کودتای 1299 یا پادشاهی رضا شاه، خب در گرفتاری‌های بسیار زیادی داشته، به ویژه در دوران پیش از پایگذاری دولت پهلوی. ما جنب و جوش‌های محلی، سرکشی‌های گوش و کنار ایران داشتیم، از کوشش سیمکو در کردستان تا میرزا کوچک خان در گیلان و جنبش تا حدودی میتوان گفت، حالا نه جدایی طلب ولی به هر حال دایره قدرت محلی شیخ خزعل، همه اینها رو داشتیم و ایران همچنان پای بر جای باقی مانده. حتی در اون کوششی که اتحاد جماهیر شوروی برای جدا ساختن آذربایجان انجام داد در دوره فرقه دموکرات آذربایجان، مردم آذربایجان به پشتیبانی از این حرکت بلند نشدند. یعنی با وجود تمام گرفتاری‌هایی که ایران داشته در سال‌های پیش از جمهوری اسلامی، حتی پاره رفتارهای غلط که در دوره رژیم گذشته ایران هم صورت گرفته، در مورد تحمیل مثلا جلوگیری از
انتشار مثلا روزنامه یا کتاب به زبان بومی یا کارهایی که برای میدونیم ناشایست و نادرست بوده و هم قبول دارن که نادرست بوده، جلوگیری از آموزش زبان مادری در دبستانها، چیزی که امروز همه باور دارن به اون، جمهوری خواه و پادشاهی و غیره همه قبول دارن که این باید انجام بشه در ایران. ولی ما با این کوشش سازمان یافته برای گریز از ایران که بیشترم از خارج داره تقویت میشه روبرو نبودیم. من رو به این نتیجه میرسانه که بزرگترین گرفتاری جامعه ایران که به این نوع مسائل دامن زده و ایران رو در آستانه جنگ قرار داده خود جمهوری اسلامی است. یعنی این حکومت است که میخواهد تنها از راه زور بر مردم این کشور چیرگی بیابه، مردم رو کنترل بکنه، مردم رو از همون جنس خودش بکنه، همه همین باور دینی رو داشته باشند، صدای کسی بلند نشه و یک مدل حکومتی قرون وسطایی به نام ولایت فقیه رو بر جامعه تحمیل بکنه و همه رو ناراضی بکنه. و طبیعی است که در چنین فضای پر از تباهی و ظلم و پلیدی حرفای این نوع آدم ها میدان پیدا میکنه. مگر ممکن استش در یک فضای دموکراتیک کسی به حرف یک کوشنده مثلا کرد که میخواهد بانگ جدایی از ایران رو بزنه گوش بکنه یا اصلا بهایی بده به این که از آنکارا و استانبول و باکو چه نغمه تجزیه‌ای در رادیو تلویزیون ها سر داده میشه؟ به نظر میآید که بزرگترین گرفتاری جامعه ایران ساختار سیاسی موجود جامعه ایرانه، که البته در کنار گرفتاری های فرهنگی. و طبیعی است که مسئله گذار از این جمهوری اسلامی به دغدغه مشترک همه کوشندگان هوادار آزادی و دموکراسی در ایران تبدیل شده. اون سوی دیگر مسئله هم در این هست که ما راهی جز این که این گذار رو اساساً به صورت مسالمت‌آمیز انجام بدهیم نداریم. چشمانداز آینده رو شما چی می‌بینید در سالهایی که در پیش داریم، با توجه به این که جنبش سبز فروکش کرده، انتخابات در پیش، حکومت زیر فشار شدید اقتصادی است از دنیا، دلار به 2800 تومان رسیده، 3500 یورو، چه بسا به 5000 یورو هم در این هفته ها و ماه های آینده برسه. چشمانداز بسیار هولناکی در برابر ایرانیان قرار داره. ببینید، در رابطه با این گرایشی که در اقوام ایران یا ملل ایران یا ملیت های ایران، حالا اسمش هرچه هست، من مثلا سر اونا نیست، وجود داره، این گرایش گریز از مرکز، من میخوام یه مثال تاریخی بزنم و در تایید این صحبت که مشکل اساسی ما حکومت جمهوری اسلامیه، حکومت ولایت فقیه در ایران، و اگر این مسئله رو ما حل کنیم بسیاری مسائل دیگه از راه دموکراتیکش حل خواهد شد. برای مشکلاتی که مطرح میکنن با رأی آزاد ملت نماینده میفرستن پارلمان و یا نهادهای انتخابی دموکراتیک دیگه، همش قابل حل از راه دموکراتیک و فقط یه راه حل ویژه وجود نداره. آلمان موقعی که بعد از جنگ جهانی دوم دو قسمتش کردن، یک بخشش یه جامعه آزاد بود، باز بود، یک بخشش یک جامعه بسته بود، در یک بخشش رفاه، امنیت، آزادی بسیار وجود داشت، در سطح بالا وجود داشت، در یک بخشش وجود نداشت. اون آلمانایی که تو آلمان شرقی زندگی میکردن همه فرار میکردن میومدن آلمان غربی و میگفتن وطن ما اینجاست، و یک نفر از آلمان غربی فرار نکرد بره آلمان شرقی بگه وطنم اینجاست. چرا؟ برای اینکه آلمانی ها خودشون یک ضرب المثل دارن، میگن ماین فاترلند ایست دورت و اسمی ها گود گید، یعنی وطنم اونجاییست که راحت زندگی میکنن. به همین دلیل من میتوانم این احساسی رو که به وجود اومده بفهمم، ولی راه حل پیشنهادی غلطه. به هر حال، حالا برگردم به پرسش شما، اینکه آینده ایران رو من چگونه میبینم. اول آرزوم رو بگم، من آرزوم این استش که این نظام برشیده بشه و ما یک نظام دموکراتیک پارلمانی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم که در اون همه ایرانیان صرف نظر قومیت و ملیت و فرهنگ و زبان و دین و اینا دارای حق مساوی در برابر قانون باشند و ما بتونیم یک جامعه باز و شکوفا رو درست بکنیم. و اینم مدلی نیستش که فقط تئوریک مطرح میشه. شما نگاه بکنید در 100 سال گذشته
دنیا انواع و اقسام اشکال حکومت رو تجربه کرده، فقط یک نوش عملا و نظرا موفق بوده و مجموعه کشورهای دیگه اصولا حرکت به طرف این دموکراسی پارلمانی متکی به اعلام جهانی حقوق بشره، یعنی شدنی است نه اینکه نشود. و این دموکراسی هم یه چیز عجیب غریبی نیست که به جامعه ایران نخوره. دموکراسی رو شما به اجزاش که تقسیم میکنی، تجزیهش میکنی، این استش که ما سندیکای مستقل میخوایم. خب کارگران ایران، دانشجویان ایران و غیره این سندیکا رو میخوان. فعالیت احزاب هست، آزادی اندیشه و بیان هست، آزادی روزنامه ها و روزنامه نگاران هست و تساوی حقوقی انسان ها در برابر قانون است و اینو همشو این جامعه ایران میخواد. آزادی پوشش هست، انتخاب پوشش اینها. اگر ما موفق بشیم این جمهوری از جمهوری اسلامی گذر بکنیم، حالا از من نپرسید چگونه، چون نمیدانم، میتوانم مدل های گوناگون رو یا یک مدلی رو که فکر میکنم میتونه درست باشه واسه ایران بیان بکنم، ولی اینکه واقعا چه بشود مگر که شما نیروی پیامبری داشته باشی با این وضع ایران. من البته بهتون بگم با وجود فروکش جنبش سبز خیلی با آینده ایران امیدوار هستم. من حتی در دوران اوج جنبش سبز هم باور داشتم که ما در آغاز کار هستیم. خیلی ها فکر میکردن که تموم شده کار، چمدون پر میکردند و بعضی ها داشتن بلیت میخریدن یا پست تقسیم میکردن، اگه خاطرتون باشه. و خب فروکش کرد و دوباره همه برگشتن به اینکه ناامید شدند و حتما اینها باز هم برای دوران درازی خواهند ماند. اتحاد جماهیر شوروی هیچ کس تصور نمی کرد با اون قدرت کاگبه و آلمان استازی چنین با چنین سرعتی پود بشه، بپاچه. اون هم واقعا یک جنبش اجتماعی نسبتا محدود، کوتاه زمان و تقریبا مسالمت آمیز، اساسا مسالمت آمیز. اینجا و اونجا شاید در اون پایان کار گرفتاری هایی به وجود آمد، ولی اساسا جنبش مسالمت آمیز بود و البته غرب از اون دفاع کرد. امروز در ایران هم چنین هست. امروز دنیا در واقع از یک جنبش دموکراسی خواهی در ایران دفاع خواهد کرد. من فکر میکنم پشتیبانی غرب این بار از خیزش مجدد جنبشی مانند جنبش سبز، این بار شاید به رنگ دیگری ظهور بکند، با درخواست های دیگری باشد، یک جنبش نیرومند مدنی خیلی آشکارتر از دفعه پیش خواهد بود. در دور پیش این بیمهراس وجود داشت که اگر اینها آشکار به ویژه آمریکا از این جنبش دفاع بکنند، شاید گرفتاری برای رهبران اون جنبش ایجاد بشود. این حکومت همه نوع گرفتاری برای اونها ایجاد کرده، به همه گروه های خارجی اونها رو وصل کرده و این موضوع دیگه قبهش ریخته. من نسبت به آینده ایران بسیار خوشبین هستم. تنها دغدغه‌ای که دارم در این هست که با این نوع کارها، یعنی با این نوع بحث های تجزیه طلبانه، دامن زدن به چالش های قومی، بیمحراز جنگ داخلی و چه بسا دخالت نظامی غرب، فضایی در ایران به وجود بیاید که نتوان این کشور رو دوباره گله هم کرد، نتوان یک دموکراسی ماندگار ساخت. ما تجربه آزمون عراق رو داریم. بدون یک امنیت، بدون ماندگاری یک کشور، شما نمیتوانید دموکراسی بسازید. و این با این همه من فکر میکنم روز شمار معکوس جمهوری اسلامی مدتی از آغاز شده. جمهوری حکومت در سراشیب از مشروعیت خودش رو قطعا از دست داده و اصلا همون چیزی که خود شما هم باور دارید، فکر نمی کنم اصلاح دیگر بتواند کمکی به نجات وضعیت کنونی ایران بکنه. البته همیشه اصلاح به سود مردمه، اما این اصلاح نخواهد توانست. هیچ نوع اصلاحی چنین حکومتی رو مورد پسند نه ایران بکنه نه جامعه بشری. از اینم فراتر میرم ببینم نظر شما در این باره چیه. من فکر کنم در مورد دوران خاتمی شاید کشورهای غربی با یک جمهوری اصلاح شده اسلامی می توانستند کنار بیایند، امروز نمیپذیرند. ببینید آقای امینی، اصلاحات کار بسیار خوبیه. یعنی من فکر نمی کنم که یک آدم عاقلی وجود داشته باشه که ما یه ضرب المثل داریم میگیم گره که به دست باز میشه، حالا چرا به دندون باز کنیم؟ این هم عین همونه. یعنی بشود با اصلاحات و گام‌های سنجیده و حساب شده شما مشکلات یکی پس از دیگری حل کنی، از بین ببری اینا. ولی این خواست و این خواست به معنای این نیستش که الزاماً ظرفیت اصلاحاتی وجود داره. ببینید در جامعه، توی این جامعه ایالات متحده آمریکا یا آلمان یا جای دیگه، توی جامعه، این جامعه که تشکیل شد 200 سال پیش،
جمهوری بود، پارلمانی بود، فدرال هم بود، ولی بردهداری داشت و بعد جدایی نژادی داشت، ولی همون برده زنا تا 1920 حق رأی نداشتن، ولی همین این جامعه اصلاح چون ظرفیت اصلاح داشت ده. از بردهداری شروع شد، اومد رفت اون بردهه، امروز رئیس جمهوری این کشوره، درسته؟ اما شما میبینید که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا تمام کشورهای اروپای شرقی حرکت جدی برای اصلاح نظام موجب فروپاشی شد. خب آقای گورباچوف که نمیخواست کشور به این روز بیفته که، ولی موقعی که رفت توی بنبست و جمهوری اسلامی رفته توی بنبست، رفت توی بنبست و خواستن اصلاحات بکنن، فروپاشید. من یه مثال میزنم در رابطه با اصلاحات که ببینید ما الان در حدود 16 سال صحبت اصلاحات میشه، هم در دوران آقای خاتمی، هم از طرف آقای کروبی و آقای موسوی. آنچه را که از اصلاحات آقای کروبی و موسوی بیان کردن، مدلشون که برگشت به 10 سال اول انقلاب و اجرای بی تنازل بی کم و کاست قانون اساسی، به نظر من نه تنها اصلاح نیست، بلکه ما به بدترین دوران برخواهیم گشت. و اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی واقعا بدون کم و کاست اجرا بشه، ما طالبان خواهیم شد. آنچه را که آقای خاتمی هم مطرح کردن که ما جامعه مدنی میخواییم و آزادی رو گفتن منظورم تزکیه نفسه، و جامعه مدنی رو هم گفتن منظورم مدینه تو نبیه، آخر سر رو گفتن که من اصلا تدارکچی هستم. حالا میخوام بگم از طرف این جریانات، من یک صفحه که 10 ماده داشته باشه بگوید ما در زمینه سیاسی به عنوان مثال، یا اقتصادی یا آموزشی، ولی عمدتا سیاسی میخوایم این اصلاحات رو بکنیم، من که ندیدم. شما در جمهوری اسلامی، چون یک نظام تامگراست به نظر من، شما اگر اصل 4 که شما میدونید چه هست، اصل 4 که همه قوانین کشور باید اساسا هماهنگ باشه، مبتنی باشه بر احکام موازین شرعی و فقه شیعی، همین رو میشموره، مالی، جزایی، غیر اینا. حالا میخوایم اصلاحش بکنیم دیگه، یعنی قانونگذاری رو که الهی بر فراز ملت هست بیاریم به منشأش که در کشورهای دموکراتیک هست، یعنی ملت، درسته؟ یعنی این اصل رو بگیم که از اونجایی که قوای حکومت ناشی از اراده ملت هست، قانونگذاری حق مجلس ملی منتخب شهروندان ایران است با اتکا به اعلامی جانی حقوق بشر. همین یه اصلاح، همین یه بند کل نظام رو میپاشونه. حالا شما میخواین 2/3 قانون اساسی رو اصلاح کنید؟ نه، ببینید، حالا اصلا گیرم که بندهایی از این قانون اساسی هم بشه اصلاح کرد، تا اونجایی که این قانون اساسی بنیاد و روحش بر اصل 4 و اصولی که ولی فقیه رو بر جان و مال و ناموس و همه قوانین جامعه چیره میکنه بر اون بنا شده باشه، هیچ اصلاحی نمیتواند در واقع اصلا معنیدار باشه. و به همین دلیل هم حکومت هایی مانند حکومت ایدئولوژیک مثل یک تسبیح میمونند. شما هر کجای این تسبیح رو که ببرید، تمام دانه ها به زمین میریزه. البته من میدونید که زاویه دارم با این ارزیابی شما در مورد تامگرا بودن و مفهوم توتالیتر حکومت، ولی بحث امروز ما نیست، میذاریم رو امشب بعد از یه بار دیگه با هم حل میکنیم. ببینیم آقای فروزنده کی دو برنامه به مریض میشن، بیمار میشن، ما به بحث میشینیم. اینو شما این دفعه میاد، بنده نمیاد، بنده جای برنامه خودم رو انجام میدم. اما چون به پایان برنامه میرسیم، هم شما و هم من در این هفته های آینده برنامه سفر داریم. شما لازم کجا هستید؟ فردا که دارید مثل برلین میرید؟ من فردا میرم برلین و در روز شنبه به مناسبت دیگه من میزبان شما نخواهم بود. پس فردا شما راحت میشی دیگه، راحت میشی. من بعد شما همیشه چی میگفتی؟ میگفتی ایشون نماز شکسته میخونه. نه، از من پرسیدن که آقای دستمالچی چند روز میمونن. به شوخی گفتم دیگه نمازشون رو شکسته نمیخونن، یعنی بیشتر از دو هفته. آره دیگه، منم اینو همیشه از شما نقل قول میکنم و میگم اینها که شما عازم برلین هستید. من میرم برلین برای اینکه در برلین یه جلسه ای است به مناسبت 20مین سال ترور میکنوس، و بعد از اونجا قراره که به لندن برم، یه جلسه ای هست کمیسیون حقوق بشر پارلمان انگلستان هست و قراره من در مورد تروریسم حکومتی، چون امسال 20مین سالگرده، چون امسال 20مین سالگرد هست بله این بله دعوت شده، و بعدم به احتمال بسیار قوی
قراره به ژنو برم در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سر نقض حقوق بشر صحبت کنم. منم عازم کانادا هستم، دو سخنرانی در تورنتو و یک سخنرانی در مونترال دارم. در مونترال درباره تاریخچه حجاب و کوشش زنان برای رهایی از چنگال حجاب صحبت میکنم. در مونترال، در تورنتو درباره تنگناهای مدرنیته ایران و همچنین درباره کسروی، دو بحث جداگانه، و به اروپا هم دارم میام دیگه در حدود ماه اکتبر. بله، مزاحم شما خواهم. خب خواهش میکنم، من همین حرفایی که شما اینجا در مورد من زدی اونجا میگم به دوستان. خب شنوندگان، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، همیهنان گرامی، به پایان این بخش برنامه هم رسیدیم و همونجور که در آغاز برنامه گفته بودم، از دوشنبه آقای فروزنده به کار خودشون باز خواهند گشت و برنامه رو با مدیریت خودشون ادامه خواهند داد. با شما بدرود میگویم، همچنین با جناب دستمالچی و لطف کردید، دعوت کردید منو به اینجا. روز بخیر. من از جان و تنم نیست انگار که این قوم غضب هموطنم نیست. اینجا قلم و حرمت و قانون شکستند، با پرچم بیرنگ بر این خانه نشستند، پا از قدم مردم این شهر گرفتند، رأی و نفس و حق همه با قهر گرفتند، شعری که سرودیم به صد حیله ستاندند، با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند، با دست تبر سینه این باغ دریدند، مرغان امید از سر هر شاخ پریدند. از این خاک مصیبت زده نعمت، این خاک کهن بوم سراسر غم و محنت، از هیبت تاریخیش آوار به جامان، یک باغ پر از آفت و بیمار به جامان، از طایفه رستم و سهراب و سیاوش، هیهات که صد مرد عزادار به جامان، از مملکت فلسفه و شعر و شریعت، جهل و غضب و غفلت و انکار به جامان، دادیم شعار وطنی و نشنیدند، آواز هر آزاده که بردار به جامان. وطنم به این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، دل رنجیده خون نمیخواد،
دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواهد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ